دوستان همگی خیلی خوش آمدید. خوشحالم از حضور یکایک شما و امیدوارم که مطمئنم که بحث خوبی داریم با توجه به شرایط حاد منطقه. حضور دوست عزیز ما فرهاد شبانی و دوستای دیگه خیلی خوبه که اینجا بتونیم بحثی داشته باشیم که شرایط رو برای همه کسایی که اونقدر دقیق آگاهی ندارن روشن‌تر کنن و بتونن موقعیت رو بهتر درک کنن. خیلی متشکرم از قبول دعوت. علی جان بفرمایید، میکروفون برای شما. درود چیزی هم براتون بذارم یک کمی سر حال بیاید. مردم انقلابی، مردم شورشگر مبارزه میکنن، تلاش میکنن، کارگران و زحمتکشان و متشکرم و مطمئنم که بحث خوبی خواهیم داشت و این مسئله که مربوط به همه ما میشه به یک صورتی. با درود به همه شما، منم خواستم سروده ای از جوهری را براتون بذارم. کارگران جهان به پا خیزید. کارگران جهان به پا خیزید. کارگران جهان به پا خیزید.
زنجیرهایتان را بگسلید، حق خیش بستانید. مفت خوران استثمارگر به یغما میبرند تمام دست رنگتان را. آیا فرجامتان این است از گهواره تا گور کوهش و تسلیم، یا غایت آرزوهایتان بردگی است؟ از اسیران گرسنگی به پا خیزید، خود برای رهایی نبرد کنید. مرگ میلیون ها گرسنه آرمان راهتان گواه آخرین پایداری است. کارگران اراده کنند سریع‌ترین قطارها را از حرکت باز می ایستانند، و نیز هر کشتی در اقیانوس، چرخهای تولید و هر معدن کارخانه ای را تنها با زنجیر اتحادشان، ناوگان قدرت هر کشوری در فرمان صدای کارگران است. کارگران متحد شوید، مردان و زنان کارگر در کنار هم در هم میشکنیم سرمایه‌دانان را، چنان موج و خاکروبی. اتحاد اتحاد، جدایی مرگ ماست. شعار ما این است: همه برای چی؟ یکی برای همه. جدایی مرگ ماست. شعار ما این است: همه برای چی؟ یکی برای همه. کارگران جهان به پا خیزید، با تمام قدرت شکوهتان حقتان را بستانید. دیگر زاری برای نان کافی است. آزادی عشق و سعادت از آن ماست، آن هنگام که پرچم سرخ شکوهمند من در سرزمین کارگران به اهتزاز درآید. آزادی عشق و سعادت از آن ماست، آن هنگام که پرچم سرخ شکوهمند من در سرزمین کارگران به اهتزاز درآید. برای من سوگواری نکنید، سازماندهی کنید. خیلی ممنون اگراسورای عزیز، با تشکر از شما. درود به همه دوستان حاضر. اگرای عزیز خیلی ممنون که این کار رو پخش کردین. کاری بود دست جمعی گروهی، دوست ما پرتو یاران ترجمه کردن، علی پیچگاه خوندن و طرحش و ساسان دانش عزیز درست کرده بودن که به صورت ویدیو کلیپ در اومده و اگر نگاه کنین در سایت گفتمان هست. دوستان عزیز خیلی همگی خوش آمدید. من اینجا ضمن تشکر از همه شما و اعلام برنامه امروز که در رابطه با وضعیت کردستان و منطقه هست با فرهاد شعبانی، عضو کمیته مرکزی کمله سازمان کردستان حزب کمونیست، توجهتون رو جلب میکنم. به برنامه های بعدی در سایت میتونین نگاه کنین. برنامه بعدی ما روز فکر میکنم ششم ماه می باشه، شاید دو هفته ما برنامه نداشته باشیم و بعد از اون این برنامه رو خواهیم داشت. برنامه های قبلی تقریبا آماده هست، میتونین در سایت گفتمان این گفتگوها رو که به صورت یوتیوب فایل در اومده نگاه کنین و بعدا هم برای ایمیل لیستی که هست فرستاده خواهد شد. بسیار خب، مهمان امروز ما فرهاد شعبانی، عضو کمیته مرکزی کمله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران هستن. خیلی خوشحالیم که دعوت ما رو قبول کردن که در رابطه با وضعیت کردستان و منطقه صحبت کنن و مطمئنم که بحث خیلی خوبی خواهیم داشت.
بفرمایید فرهاد عزیز، اگر صدای من رو میشنوین عددی بزنین و میکروفون رو میدم خدمت شما و دوستان میتونن بعد از صحبت ایشون نوبت بگیرن و در ابتدا سعی میکنیم که اگر راجع مطالبی که میگن اگر دوستان سوالی دارن سوالاشون رو بپرسن و بعد از اون میتونیم بحث رو شروع کنیم که دوستان هم بتونن وقت بیشتری برای بحث داشته باشن. بفرمایید دوست عزیز فرهاد شعبانی، میکروفون برای شما. خیلی خوش آمدید دوستان تازه وارد. من خیلی ممنونم از رفقای عزیز دستم در کار این اتاق که به ما این فرصت رو دادن که دور هم جمع بشیم و مقداری در رابطه با رویدادهای منطقه و کردستان با هم دیالوگی داشته باشیم. اونطوری که رفقا به من اطلاع دادن، من فرصتی خواهم داشت نیم ساعت یا تا 35-40 دقیقه که بتونم نکات اصلی بحثی رو که مورد نظرم هست رو خدمت رفقا معرفی بکنم. بعدن رفقای دستندرکار اتاق هدایت خواهند کرد، پرسش ها مطرح خواهد شد. اگه تونستم تلاش میکنم که پرسش های رفقا جواب بدم. بنابراین قبل از این که صحبت ها شروع بکنم، یک بار دیگر از این که در حضور شماری از رفقا در این اتاق هستم خوشحالم، ممنونم از این که منو دعوت کردی. همینطوری که رفیق پرواز معرفی کردم برای رفقا و دوستانی که با من آشنا نیستن، من فرهاد شعبانی، عضو کمیته مرکزی کمله، سازمان کردستان حزب کمونیست ایران هستم. ببینید رفقا، ما داریم درباره اوضاع منطقه‌ای صحبت می‌کنیم که آنچنان پیچیده است و پیچیده‌تر هم شده و خواهد شد. انتظار این که پاسخ کلیه پرسش ها رو ما در نشست امشب بدیم و یا اصولا بتونیم پاسخ و تمام پرسش ها رو بدیم مقداری دشوار به نظر میرسه. اما با وجود همه اینها من تلاش میکنم با توجه به داده های موجود، با توجه به آرایش دولت ها، نیروها، احزاب و نقش توده های مردم بگم که اوضاع از چه قراره و موضع ما چیست. خیلی خلاصه بگم با توجه به اینکه رفقا و دوستانی که اینجا هستن اصولا خودشون آپدیت تمام رویدادها در منطقه، در کردستان، علل عموم در جهان هستن، نباید من اینجا وارد خیلی جزئیات بشم. به طور کلی باید بگم که خاورمیانه و کردستان، منظورم از کردستان هر چهار بخش کردستانه، جغرافیای عمومی که کردستان نام گرفته، بخشیش در ترکیه قرار داره، بخشیش در سوریه، بخشیش در عراق و بخشیش در ایران. به محل تلاقی برخورد منافع دولت‌های سرمایه‌داری جهانی و منطقه‌ای تبدیل شد. طی چند سال اخیر در راستای تأمین منافع این دولت‌ها و به طور مشخص دولت‌های آمریکا و روسیه، ترکیه، عربستان سعودی، ایران، عراق و سوریه، خونهای بسیاری در این منطقه ریخته شده، میلیون ها انسان آواره شدن، تفرقه های عمیقی دامن زده شده، اکثریت عظیمی که منافعی در تداوم این وضعیت ندارن در میان آتش طرف های درگیر گرفتار اومدن. نظامیگری در این منطقه به اوج خودش رسیده و پیشرفته ترین سلاح‌های کشتار جمعی طی چند سال اخیر در این منطقه آزمایش شده و آزمایش میشه. زرادخانه‌های جدیدی در منطقه شکل گرفته یا پیدا شده
این وضعیت هر روز قربانیان تازه‌ای میگیره. پیامدهای این شرایط نسل ها به جا خواهد، همونطوری که پیامدهای رنجاور بمباران شیمیایی حلبجه در سال 1988 میلادی هنوز هم بر زندگی انسان ها تأثیر منفی به جا گذاشته، استفاده از این سلاح‌های پیشرفته از شیمیایی و غیر شیمیاییش گرفته حتی بر روی جنین انسان‌ها در آینده هم تأثیرات منفی به جا خواهد گذاشت. در حال حاضر میلیون‌ها انسان در این منطقه در جستجوی امنیت و حفظ جانشون هستند. شاید خود این به یکی از اهداف انسانی تبدیل شده. اوضاع به طور کلی نگران کننده به نظر میرسه. روسیه بمباران میکنه، آمریکا موشک باران. اسد شیمیایی و بمب‌های بشکه‌ای رو علیه شهروندانش به کار میبره. عربستان سعودی و ترکیه هر روز تعداد بیشتری از اون کسایی رو که دست به عملیات انتحاری میزنن تولید میکنن. جمهوری اسلامی هم از یمن تا عراق تا سوریه تا لبنان و افغانستان نیروهای جدیدی رو شکل داده و آتش بیار این معرکه است. بنابراین جمهوری اسلامی یکی از اون دولت‌هایی است که در تمام کانون‌های بحرانی منطقه حضور داره و به عبارت دیگر یکی از عوامل کشتار مردم بی‌دفاع منطقه است و افزایش رنج و آزار مردم این منطقه رو میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی یکی از عواملش است. اگه این بخش عمومی رو خلاصه بکنم باید بگم که اوضاع پیچیده است. هر روز بر پیچیدگی این وضعیت افزوده میشه، به طوری که واقعا تا اونجایی که آدم مطالعه میکنه، چه اون کارشناسای بین المللی چه کارشناسای منطقی حتی سیاستمدارانی که به دور از تحلیل روزنامه نگاری هستن به سادگی نمیتونن پیش بینی بکنن که اوضاع به کدام سمت میره و هیچ کسی نمیتونه یک حکم قطعی صادر بکنه. شما مشاهده میکنید که طی چند روز گذشته و به دنبال این که دولت آمریکا پس از بمباران شیمیایی حاشیه اطراف ادلب 59 موشک کروز رو به این پایگاه هوایی زد، هنوز کسی جرأت نمیکنه بگه که آیا این استراتژی جدیدیه، آیا این تاکتیکه، آیا سیاست دولت آمریکا نسبت به دولت سوریه و اسد تغییر کرده یا تغییر نکرده. اون چیزی که پیداست اونم اینه که با اجرای این عملیات موشکی تنش ما بین روسیه و آمریکا یه مقدار وارد مرحله دیگری شد و این برای این منطقه خطر. با وجود این پیچیدگی اوضاع و اینکه به نظر میرسه که اوضاع خیلی ناامید کننده است، انسانها دچار یأس و ناامیدی در این منطقه شدن، اما روزنهای امیدوار کننده وجود داره که قابل مشاهده و قابل لمسه که من تلاش میکنم که به این بپردازم. خود دولت‌های درگیر در این منازعه با وجود این که هر کدومشون در پی دستیابی به منافع مادی، اقتصادی و سیاسی خودشون هستن و برای دستیابی به این منافع کلیه این دولت‌ها از ایران گرفته تا ترکیه و عربستان و عراق و سوریه استراتژی فرامرزی رو دارن. برای مثال جمهوری اسلامی اینو میگه ما برای اینکه در تهران و مشهد در امنیت کامل به سر ببریم باید
در سوریه و عراق و یمن بجنگیم دارای چنین استراتژی هستند. دولت ترکیه میگه، اعلام میکنه عمق استراتژی ما رو باید تا آن سوی مرزهای سوریه گسترش داد، اما خود این دولت ها برای پیشبرد این سیاست ها و این استراتژیشون دارای مشکلات و با بحران های داخلی دست و پنجه نرم میکنه، که این مشکلات در کنار مبارزات توده های مردم این روزنهای امید رو تقویت میکنه که دنیا همین نیست که هست، همین تاریکی نیست که هست. یکی از اون روزنهای امید در کنار مبارزات کارگران، در کنار دفاع مردم، اکثریت مردم از انسانیت و مدنیت که ما را در جلوه‌های ظاهریش و در تظاهراتی که در کشورهای مختلف اینجا و اونجا به مناسبت‌های مختلف برگزار میشه، در جنبش رادیکال و پیشرو مردم کردستان در هر چهار بخشش می‌بینیم. بنابراین اجازه بدید که از وضعیت خود این کشورها و جنبش‌های مردم کردستان در این کشورها صحبت بکنیم. از سوریه و رژاوا شروع میکنم. به دنبال چند سال که از مبارزات مردم سوریه علیه دولت اسد گذشت، مبارزه‌ای که توده‌های میلیونی رو وسیعاً به میدان اعتراض علیه دولت اسد به میدان کشید و دخالت دولت‌ها و قدرت‌های منطقه‌ای، مبارزاتی که اصالت داشت، این مردم الان در حال حاضر از صحنه دور شدن و فضای حاکم بر سوریه یک فضای کاملا جنگی است. الان اسلحه، فشنگ، بمب‌های شیمیایی، موشک‌ها دارن در سوریه سخن میگن و متاسفانه شرایط اینجوری شد. منافع دولت‌های بزرگ اونجا باعث شدت تفرقه ها در میان مردم شده، باعث کشت و کشتارها شده، مردم رو دچار تفرقه کردن، علوی، سنی، شیعه، کرد، و همونطوری که در ابتدای صحبتام گفتم که آمریکا و روسیه در این کشور رقابتاشون شدت پیدا کرده، علارغم تمام این دید و بازدیدهای دیپلماتیکی که هست ما بینشون، یک مسابقه آزمایش تسلیحاتی رو در سوریه دارن پیش میبرن. گفتم آمریکا کروز میزنه، روسیه ناوشکنهاش رو میفرسته به سمت سوریه، روسیه بمباران میکنه، آمریکا مستشارهاش رو در شمال پیاده میکنه، روسیه حلب رو تصرف میکنه با اون شکل به همراه اسد و حزب الله و جمهوری اسلامی، آمریکا به سمت رقبه داره پیش میره. بنابراین در یک طرف این منازعه در سوریه روسیه و ایران و حزب الله و اسد قرار گرفتن و در طرف آمریکا و عربستان و قطر و ترکیه که هر کدوم تلاش کردن از مردم سوریه نیرو بگیرن و این مردم رو به گوشت دم توپشون تبدیل بکنن. و در واقع این جمهوری اسلامی و حزب الله نبودن که تونستن اسد رو سر پا نگه دارن، این دخالت روسیه و اون بمباران های شدیدی بود که انجام داد به عنوان پشتیبانی از نیروهای زمینی و تونستن در حال حاضر اسد رو همچنان نگه دارن. بر متن این اوضاع ما شاهد صحنه‌های امیدوار کننده دیگری هستیم. باش چشم، این صحنه امیدوار کننده در این اوضاع جنگی سوریه، کردستان رژاواست.
که جایگاه و اهمیت ویژه‌ای داره. در کردستان روژاوا ما شاهد حاکمیت اسد و جریانات اسلامی از نوع داعش و غیر داعشیش نیستیم. دستشون از این مناطق کوتاه شده. در این منطقه به دنبال ایجاد سه کانتون جزیره و افرین و کوبانی، ما در حال حاضر شاهد برقراری یک حاکمیت مردمی هستیم. حاکمیت مردمی که از تفرقه های ملی و مذهبی درش خبری نیست. ساکنین روژاوا مستقل از ملیت و مذهبشان در کنار هم در حال حاضر به شکلی بسیار مسالمت آمیز و متمدنانه در کنار هم زندگی میکنند. یگانهای مدافع خلق و یگانهای مدافع زنان ترکیبی از این مردم این مناطق هستند، ترکیبی از شهروندان هستند، از مسیحی‌ها، از عرب‌ها، از کردها، از آسوریای ساکن در کردستان هستند و این یکی از اون نقطه‌های امیدوار کننده و روزنه‌های امید در خاورمیانه است. این مردم صاحب افتخار پیروزی بر داعش در بسیاری از جبهه‌ها و از جمله پیروزی تاریخی بر داعش در کوبانی هستند. این مردم صاحب افتخار و موفقیت های چشمگیری در تأمین برابری حقوق زنان با مردان هستند. این مردم شاهد دخالت توده های مردم در سرنوشت خودشون در همه عرصه های زندگی هستند، در حاکمیت، در اداره امور نمونه های بسیار موفقی رو به نمایش گذاشتن، دستاوردهای گرانبهایی رو در همه زمینه ها از جمله قضاوت، آموزش و پرورش با وجود محاصره اقتصادی از هر طرف تأمین نیازهای اولیه زندگی مردم رو به نمایش گذاشتن که میتونه الگوی بسیار خوبی برای بقیه نقاط در خاورمیانه باشه. منتها فراموش نکنیم که همین دستاوردها، همین روزنه های امید در دل در قلب این تاریکی که در خاورمیانه حاکم است خطراتی تهدیدشون میکنه. دستاوردهای روژاوا دشمنان قسم خورده ای از جمله در پیشاپیش همه این دشمنان از جمله ترکیه رو در مرزهای خودشون در کنار مرزهای خودشون دارن. دولت ترکیه سوای حمایت از داعش در همون ابتدای آغاز تشکیل کانتونهای سگانه جزیره و افرین و کوبانی، حمایت از داعش در جریان مقاومت قهرمانانه مردم کوبانی، این بار سال گذشته خودش مستقیما با اجرای عملیات سپر فرات وارد دشمنیشو علیه این دستاوردها عملی کرد و به کمک ارتش و سازش و چشم پوشی دولت‌های روسیه و اسد و آمریکا تونست حائلی رو در مرزهای خودش ایجاد بکنه با این عملیات سپر فرات و این منطقه‌ای که تصرف کرده بود یا اشغال کرده بود به نیروهایی که طرفدار خودشون بودن محول بکنه. این یکی از اون خطراته که این دستاورد روژارا رو تهدید میکنه و ما به عنوان انسانهای آزادیخواه، مبارز، چپ که در از همون روزهای اول در کنار این جنبش بودیم باید همچنان در صحنه مبارزه و حمایت از این دستاوردها بمونیم که این خطر نتونه این دستاورد رو به سمت تضعیف شدن ببره. این یه نکته. نکته دیگر بدبستان‌های ترکیه و روسیه هم خطره. یکی از اون عواملی که یکی از اون فاکتورهایی که ترکیه رو به سمت روسیه برد که باش کنار اومد و سازش کرد، تمایل
روسیه برای معامله کردن با بسر این جنبش بود. از طرف دیگر دولت ترکیه که برای حل برخی از مشکلات داخلی و منطقه‌ای خودش به سمت روسیه رفته بود، همچنان بر آمریکایی‌ها فشار می آورد که متحد نشن، کمک نکنن به روژاوا. یگانهای مدافع خلق و یگانهای مدافع زنان رو تقویت نکنن، حتی برای سرکوب داعش با اونا متحد نشن. این فشارها همچنان ادامه داره. البته این فشارها و این تلاشای دولت ترکیه در حال حاضر داره به کردستان عراق هم منتقل میشه. جمهوری اسلامی و دولت اسد هم علیه این جنبش و دستاوردهاش توطئه میکنن. حتی در آخرین مذاکراتی که برگزار شد، اینا خواستن که نمایندگان روژاوا و کنفدراسیون دموکراتیک کردستان شرکت نکنند. با وجود همه اینها، اگر رهبری این جنبش رابطه‌شو با توده‌های مردم که پشتیبانان اصلی این حاکمیت هستند، همچنان در اون سطح آغازین این جنبش‌ها و کانتون ایجاد کانتون‌ها حفظ بکنه، به باور من این خطرات رو میتونه خونسا بکنه و این مهمترین کاریست که باید انجام بده. نباید اجازه بدن که رابطهشون با توده‌های مردم قطع بشه. نباید اجازه بدن فاصله شون ما بینشون شکاف ایجاد بشه. یکی از اون فاکتورهایی که الان در کردستان عراق باعث ایجاد نگرانی شدید شده، اونم اینه که شکاف عمیقی ما بین دولت منطقه، احزاب سیاسی با توده‌های مردم ایجاد شده. در هر صورت من خلاصه میکنم این بخش رو که اگر در جای خودش بود در سوالات بیشتر در به این قضیه خواهیم پرداخت. اما همونطوری که گفتم، چگونه این تهدیدات و مخاطرات رو میشه رفع کرد؟ یکی اینکه این دستاوردها رو باید تثبیت کرد. دوم، مشارکت هرچی بیشتر توده‌ها رو در سرنوشت خودشون همچنان تأمین کرد. در رابطه با آمریکا و این همکاری و هماهنگی ها که امروز تحت عنوان مبارزه مشترک علیه داعش صورت میگیره، باید احتیاط کرد. استقلالشون رو باید حفظ کرد. طبیعی است که اینا یک جنبش عظیم با صدها هزار نفر، یا اگر اغلاق نکرده باشم نزدیک به 100,000 نفر نیروی مسلح، خود طبیعی است دولت‌ها، کشورها باهاشون علاقه‌مندن که در تماس و مراوده باشن و همکاری‌هایی داشته باشن. ولی مهم اینه که در این مراوده‌ها استقلالشون رو حفظ بکنن و این همکاری و هماهنگی‌ها رو استراتژی تلقی نکنن. چون آمریکایی‌ها تا زمانی به این نیروی رزمنده و قدرتمند یپگه و یپجه احتیاج دارن که بتونن اهدافشون رو بهش برسن. در هر صورت روژاوا دستاورد تاریخی و بزرگیست. آینده سیاسی سوریه، هر چند هم تلاش میشه که اینها رو، نمایندگان این جنبش رو در این مذاکرات کنار بذارن، بدون این جنبش، یعنی تعیین آینده سوریه بدون حضور نمایندگان این جنبش ممکن نیست. اگر یک قدم اینورتر بیایم و به کردستان عراق نگاه بکنیم، وضعیت اینجا طور دیگری است متاسفانه. کلن به خود عراق عموماً نگاه بکنیم، مردم عراق در حال حاضر گرفتار سیاست آمریکا و دولت‌های منطقه هستند. اما در این کشور با وجود دخالت‌های ایران، عربستان، ترکیه، ایران از یک طرف از طریق دولت شیعه‌ای که سر کار دخالت می‌کنه، از طرف دیگر برای آینده کردستان عراق بعد از تصرف موصل توسط این نیروهای ائتلاف و ارتش عراق، بعد از اون
برای مهار کردن به قول خودشون زیاد روی کردها نیروی جدیدی رو تحت عنوان هشت شعبی تشکیل دادن که این نیرو رو در آینده به جان مردم کردستان بیندازن. عربستان سعودی دخالت میکنه، ترکیه از اون ور نه تنها ترکمنها رو سازمان داده، بلکه همین چند روز پیش بود که با توجیه و با کلمه رمز کنار گذاشتن یا جلوگیری از این که پکاکا بتونه شنگار رو به قندیل دیگری تبدیل بکنن، خودشون رو آماده میکنن که پایگاه های موجودشون رو در کردستان عراق برای یک جنگ علیه پکاکا و در این حال تعقیب منافع خودشون در رقابت ها با ایران به مردم کردستان عراق و به پکاکا در داخل خاک عراق تحمیل بکنن. با وجود این دخالت ها اما در این کشور در عراق هنوز مدنیت و انسانیت زنده است. مردم عراق در تظاهراتی که سال گذشته در بغداد انجام دادن نشون دادن که علیه این وضعیتن، ناراضین از این وضعیت، زندگیشونو به گروگان گرفتن، هستیشونو به گروگان گرفتن، امنیتی براشون باقی نمونده، باید خودشون مستقل از این اوضاع فکری به حال خودشون میکنن. در کردستان عراق هم وضعیت طور دیگری است. در مقایسه با بقیه بخش‌های دیگر عراق میشه گفت که کردستان عراق رو میتوانیم و میتوانستیم به عنوان یک جزیره آرامش که درش ثبات هست، درش مکانیزم‌های اداره امور عمل میکنن نام ببریم. مردم از امنیت بیشتری برخوردارن. برای همین است که از تمام بخش‌های دیگر کردستان از جمله از سوریه، از دیگر نقاط ایران، نقاط عراق نزدیک به 2 میلیون نفر مهاجر در کردستان عراق زندگی میکنه که متاسفانه سازمان ملل نسبت به این مهاجرینی که در کردستان عراق زندگی میکنن در حال حاضر مسئولیتش رو خوب پیش نمیبره و این باعث نگرانی هایی شده. اما این منطقه کماکان و در حال حاضر به نسبت بقیه نقاط عراق از امنیت بیشتری برخورداره، ولی خود این منطقه اونجایی که به داخلش نگاه بکنی، از این نگاه از بیرون بیای از داخل بهش نگاه بکنی، متاسفانه شکاف ما بین مردم و دولت منطقه و احزاب سیاسی حاکم بیش از هر زمان دیگری عمیق‌تر شده. جوانان در کردستان عراق امیدهاشون رو از دست دادن. خیلی وقت راه مهاجرت به خارج از عراق رو در پیش گرفتن. در کردستان عراق متاسفانه فساد اداری و ناکارآمدی زندگی مردم رو تحت فشار قرار داده که ما هر روز صدای اعتراض توده‌های مردم رو میشنویم. پیامدهای بحران اقتصادی دولت مرکزی مزید بر علت شده و بیشتر از گذشته زندگی مردم رو به لحاظ اقتصادی تحت فشار قرار داده. حقوق کارمندان دولتی پرداخت نمیشه، حقوق معلمین پرداخت نمیشه، حقوقا اگر پرداخت میشه با تأخیر و ناکامل پرداخت میشه. کردستان عراق درگیر جنگ هزینه برداری است با داعش که طول جبهه‌های جنگ خیلی هم طولانی است، گرچه در این 6 ماه 4 ماه گذشته جبهه موسل مقداری عقب نشینی کرده و یک مقدار خطر از اونجا دور شده، ولی این به معنای اون نیست که خطر داعش و سایر جریانات اسلامی ارتجایی بر سر مردم کردستان عراق شده. هر آن احتمال جنگ دیگری در کردستان عراق علیه مردم کردستان وجود داره. از اینا گذشته دولت‌های ایران و ترکیه و خود دولت مرکزی عراق هم در مسائل مربوط به کردستان دخالت می‌کنند.
ترکیه و ایران کردستان عراق رو به میدانی برای رقابت‌های خودشون تبدیل کردن. به طور واقع بدون تعارف بخوایم بگیم، به عبارتی کردستان عراق رو به مناطق تحت نفوذ خودشون تقسیم کردن. ایران یک طرفش، ترکیه یک طرفش، و متاسفانه احزاب سیاسی هم، احزاب سیاسی حاکم در کردستان عراق دنبال رو این سیاست های دولت های منطقه شدن و کردستان عراق همونطوری که عرض کردم به یکی از میادین رقابت دولت های منطقه‌ای تبدیل شده. هر آن خطر برای فروخته شدن جنگ دیگری در کرکوک وجود داره. متاسفانه در کردستان عراق اون چیزی که ما عدم وجودش رو احساس میکنیم، وجود یک اپوزیسیون رادیکال و مؤثر در مقابل این وضعیتی که متاسفانه وجود نداره. سال گذشته معلمین در شهرهای مختلف کردستان برای مطالبات حقوقیشون به میدان اومدن، ولی متاسفانه این حرکت به دلیل اینکه رهبری دارای افقی سوسیالیستی برش ناظر نبود، این اعتراضات به اون نتایج مطلوب نرسید. ولی این به این معنی نیست که ما صدای اعتراض شهروندان کرد در کردستان عراق رو نمیشنویم. چرا؟ خوبم داریم میشنویم. حالا هیچ کسی براستی نمیدونه با وجود این که طی هفته های گذشته اتفاقاتی افتاده، مثلا پرچم کردستان بر فراز ادارات دولتی در کرکوک برافراشته شده، مثلا احزاب سیاسی این بار اعلام میکنن که در سال 2017 میلادی رفراندوم برای استقلال کردستان رو برگزار میکنن، اما هیچ کسی نمیدونه آینده این منطقه به کدام سمت خواهد رفت. این یک حقیقت. من شخصا نمیتونم بگم که به کدوم سمت خواهد رفت. یک قدم بالاتر بریم با توجه به اینکه ممکن فرصت زیادی برای خود باز کردن بحث وجود نداشته باشه و میذاریم برای سوالات، کردستان ترکیه. به لحاظ نظامی جنگ تمام عیاری ما بین مردم کردستان ترکیه و دولت ترکیه که در هیبت حزب عدالت و توسعه و اردوغان میبینیم در جریانه. در کنار این جنگ تمام عیار که در دو سال گذشته شدت بسیار بیشتری پیدا کرده و تمام اون نیرنگ های اردوغان برای اینکه بتونه فرصت بخره سیاستهاش رو پیش ببره، الان دیگه افشا شده، به پایان رسیده و ما شاهد این جنگ هستیم. شماری از شهرهای کردستان عراق، کردستان ترکیه به وسیله ارتش ترکیه تقریبا میتونم بگم در برخی جاها با خاک یکسان شده. جزیره و نسیبین و سلوپی و اینا ویران شد توسط ارتش ترکیه، گرچه مردم مقاومت قهرمانانه و جانانه‌ای رو در مقابل یورش دولت ترکیه انجام دادن و این جنگ همچنان ادامه داره. در کنارش هم اون چیزی که جای امیدواری ماست، اونم اینه که جنبش توده‌ای در کردستان ترکیه و در خارج از کردستان علیه اردوغان، حزب عدالت و توسعه همچنان وجود داره. انتخابات رو منحل کردن، حزبی رو که حزب دموکراتیک خلقا که با آرای توده های مردم وارد پارلمان شده بود، یک بار با منحل کردن انتخابات، با کلک زدن دوباره انتخابات کردن و دوباره رای آوردن و به داخل پارلمان رفتن رو، نمایندگان و رهبر حزب رو دستگیر کردن و به زندان انداختن. اما این جنبش همچنان زنده و پویا
در میدان مبارزه و مقاومت هستش و این امیدوار کننده است. در حال حاضر اون سیاستی که یا اون انتظاری که اردوغان به دنبالش بود، اونم اینه که سیستم اداره حکومت رو از پارلمانی به ریاست جمهوری به فردی منتقل بکنه و یک دیکتاتور به معنای واقعی کلمه رو در این کشور تحویل بده، با مقاومت قهرمانانه مردم کردیه و کردستان روبرو. همین الان در آخرین نظرسنجی هایی که هستش در رابطه با این رفراندومی که هفته آینده قرار برگزار بشه گفته میشه، با وجود این که هیچ کدام از مخالفین این رفراندوم، احزاب سیاسی، مردم، هیچ شانس و امکان تبلیغات رو علیه این رفراندوم ندارن و تمام سیستم های تبلیغی، رادیو، تلویزیون، روزنامه ها دست آکپو و اردوغانه، اما 51% مخالف اینن که قدرت از پارلمان به اردوغان منتقل بشه. من تردیدی ندارم در صورتی که تقلب نشه که میشه، در صورتی که کلک زده نشه که کلک خواهند زد، و در حالی که هیچ اعتمادی به صندوق‌های وجود رأی وجود نداره، این رفراندوم شکست میخوره و اردوغان نمیتونه این برنده این مسابقه. بنابراین ما در حال حاضر در ترکیه با چنین شرایط روبرو هستیم، ولی این رو نباید فراموش بکنیم، 20 و چند میلیون کرد در ترکیه زندگی میکنن. هیچ دولتی در این کشور نمیتونه این مردم مبارز و مقاوم رو که نسلها برای دستیابی به حقوقشون مبارزه کردن رو نادیده بگیره. مطلقا مسئله حل مسئله کرد در کردستان ترکیه راه حل نظامی نداره. این رو بارها و بارها تجربه کردن، هزار بار تهدید کردن، خونه های مردم رو آتیش زدن، روستاها رو تخلیه کردن، به قندیل حمله کردن، و هنوزم الان روزهای گذشته میشنویم که دامنه عملیات سپر فرات رو در کردستان عراق گسترش خواهند داد و توطئه جدیدی علیه پکاکاست در کردستان عراق. اما این سیاست‌های جنگی و میلیتاریستی نمیتونه پاسخگو باشه و نمیتونن از این طریق این جنبش رو به عقب برونن، این جنبش رو سرکوب بکنن. 100 سال تمام دارن این راه حل رو تجربه میکنن اما موفق نشدن. بنابراین جنبشی که در جریان، یکی از نقطه‌های امید، همچنان که رژاوام نقطه امید. کوتاه سخن بکنم، بحث بر سر مبارزات مردم کردستانه. دوستی به اسم بیژن نوشتن پس تا اطلاع ثانوی سوسیالیسم و کارگر و مبارزه طبقاتی تعطیل. پاسخم به ایشون اینه، نه خیر، اصلا اینجوری نیست. بحث مشخص امشب ما در مورد جنبش کردستانه، جنبش طبقاتیه، که ابتدای بحث من اعلام کردم که جنبش پیشرو و رادیکال مردم کردستان، هر موقعی که این رفقای عزیز یا هر جای بحث بر شکارگری در ایران و در کردستان رو در دستور کار گذاشتن، اون موقع است خواهیم گفت که افق ما سوسیالیسم، مبنای ما مبارزه طبقاتی، ابزار ما ایجاد تشکل‌های توده‌ای طبقه کارگر و تحزب کمونیستی کارگران است، و این رو هیچ وقت به هیچ عنوانی در هیچ مرحله‌ای از مبارزه تعطیل نخواهیم کرد. برگردیم به بحثمون در رابطه با اوضاع ایران. در رابطه با ایران همه رفقا خب طبیعتاً آپدیت هستند و لازم نیست اینجا من بیام برای کسی اوضاع ایران رو تحلیل بکنم. در چند جمله اگه بخوام بگم،
سیمایی حقیقی و واقعی از جامعه ایران رو باید به دست بدم تا اونجایی که به حاکمیت برمیگرده جمهوری اسلامی کماکان در یک بحران عمیق اقتصادی که روز به روز تعمیق‌تر خواهد شد دست و پا میزنه و این رژیم مشروعیتی نزد توده‌های مردم ایران نداره. تنها ابزاری رو که در دست داره برای اداره امور و مهار جنبش‌های اعتراضی ابزار سرکوب. همین الان زیر نظر ناظرین بین المللی که شخصا اعتمادی هم بهش ندارم یک رفراندومی در ایران صورت بگیره، اولین بازنده جمهوری اسلامیه، حتی اگه تمام ابزارهای تبلیغی رو در دست داشته باشه و به نفع خودش تبلیغات بکنه، کاری رو که اردوغان داره در ترکیه میکنه. بنابراین تا اونجایی که به حاکمیت برمیگرده موقعیتش اینجوریه. همین موقعیت باعث تشدید شکاف جناح‌های حکومتی شده و جنگی که ما بینشون وجود داره به طور واقع جنگ زرگری نیست، جنگی واقعی است بر سر استراتژی‌های مختلف برای حفظ این حاکمیت. اما تا اونجایی که به توده‌های مردم برمیگرده حقیقتاً فقر، بیکاری، گسترش آسیب‌های اجتماعی ناشی از فقر و بیکاری کل جامعه ایران رو گرفته. ولی با وجود همه این مشکلات، با وجود این که کارگران رو با تعطیلی کارخونه‌ها در ایران متفرق کردن و جلوی سازمانیابی و تشکلیابیشون رو با کلیه ابزارها، با ساختن تشکل‌های دولتی، با ابزار سرکوب به کمک دستگاه‌های امنیتی گرفتن، اما ایران رو بی دلیل نیست، به دلیل حضور مبارزات طبقه کارگر کشور اعتصابات کارگری می‌نامند. طبقه کارگری ایران در مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی در صف اول این مبارزه کمتر روزی است که ما شاهد اعتراضات کارگری برای مطالباتشون، جلوگیری از بستن کارخونه ها، عدم پرداخت حقوق هاشون، آزادی پیشروانشون و خیلی مسائل و مطالبات دیگرشون، از جمله مطالبه امنیت شغلیشون، بیمه هاشون، همه اینها شاهد نباشیم. ما سال گذشته شاهد اعتراضات وسیع معلمان در کشور برای خواست‌ها و مطالبات حقوقیشون، شاهد اعتراضات قهرمانانه زندانیان سیاسی در ایران هستیم که واقعا کم نظیره. اعتصابات در زندان‌های ایران شده، مبارزات مدافعین محیط زیست هستیم، شاهد مقاومت و مبارزه زنان و دختران در ایران علیه عاملان نهی از منکر و پلیس به اصطلاح اخلاق هستیم. بر متن این اوضاع ما کردستان ایران را هم داریم که گرچه زندگی در کردستان ایران، زندگی جوانان، کارگران، علل عموم توده‌های مردم دشوارتر از بقیه نقاط ایران، دشوارتر به این معنا که کردستان مناطق کردنشین ایران رو عمدن مطابق یک سیاست از هر گونه توسعه اقتصادی محروم کردن و این باعث شده که شمار زیادی از جوانان بیکاری که آینده و زندگی رو، حقشونه که شروع بکنن، مهاجرت میکنن برای به بخشای دیگر ایران و یا خارج از ایران برای به دست آوردن کار، و در داخل کردستان هم کولبری با اون شرایط دشوارش، بیرون رفتن از خونه با خودتونه و برگشتن معلوم نیست برای لقمنان، این کولبران جان رو در گیره و نان میذارن. اما ما شاهد مبارزات توده‌ای در ما
شاهد اعتراضات هستیم. رفقایی که الان اینجا هستن خودشون اطلاعاتشون یا در این باره کمه، بزرگترین محلی حاشیه نشین ایران در شهر سنندج قرار داره. نایسر با 50,000 نفر جمعیت بزرگترین محلی حاشیه نشین ایران به عنوان بزرگترین محلی حاشیه نشین در ایران ثبت شده، که از ابتدایی ترین امکانات شهری محرومه: بهداشت، درمان، مدرسه، فاضلاب، پارک، برق، آب، آب آشامیدنی سالم محرومه. و در کردستان کلام آخر رو سپاه پاسداران و دستگاه‌های امنیتی میزنن. با وجود همه اینها فعالین پیشرو جنبش کارگری، فعالین مدافع محیط زیست، فعالین جنبش زنان همچنان در سنگر مبارزه و مقاومت ایستادگی میکنن، با وجود اینکه هزینه‌های بسیار بالایی پرداخت میکنن. در کردستان ما شاهد قبول جا افتادگی یک گرایش سوسیالیستی در هیبت کومله هستیم که امروز نقش بسیار مؤثر و تعیین کنندهی در هدایت و رهبری این مبارزات داره، گرچه این رابطه با این جنبش ها و رابطه این جنبش ها بیشتر معنوی باشه. اینها اون نقطه های یا روزنه های امید و امیدوار کننده ایست در خاورمیانه ای که در ابتدای صحبت هام گفتم که به محل و به منطقه برای حل و فصل رقابت های دولت های بزرگ سرمایه داری تبدیل شده. ما به عنوان جریان پیشرو، ما به عنوان یک جریان کمونیست، به عنوان جریانی که علارغم تمام دشواری هایی که از همون ابتدای آغاز این جنبش باش روبرو بودیم، چه حملات جمهوری اسلامی علیه ما و قربانی دادنهای بیشتر، بر حضور در این جنبش، ادامه حضورمون در این جنبش پافشاری میکنیم و فکر میکنیم این روزنهای امید در خاورمیانه رو که میتواند در آینده تأثیرات بسیار مثبتی بر روند رویدادها داشته باشه رو ادامه بدیم. جزئیاتی وجود داره، از جمله این که در آینده نزدیک در ایران ما شاهد برگزاری مسحکی تحت عنوان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی در کشور هست. من تردیدی ندارم، این یکی رو میتونم بدون تردید بگم، مردم کردستان این نمایش رو در ابعاد وسیع با توجه به تحول جدیدی که اتفاق افتاد و خوشبختانه کلیه احزاب سیاسی اپوزیسیون در کردستان ایران یک دست تفاهم داشتن اصولا و عموما بر سر تحریم، فراخوان تحریم انتخابات، مردم کردستان این انتخابات رو یا این نمایش انتخاباتی رو در کردستان ایران تحریم خواهند کرد و امیدوارم که بتونیم این سیاست تحریم و زدن مهر عدم مشروعیت با نرفتن به پای صندوق‌های رأی به جمهوری اسلامی به سراسر ایران گسترش بدیم، این اتفاق در کردستان خواهد افتاد. رفقای عزیز، من راستش تلاش کردم که خطوط کلی بحثام رو خدمتتون عرض بکنم. اگر در مواردی جزئیاتی پرسش‌هایی وجود داشت من در خدمتتون هستم. اگر رفیق پرواز و رفقای عزیز دستم در کار زیادم صحبت کردم منو ببخشید، چون حدود فکر کنم 2-3 سالی است در پالتاک نیومدم و بعد از 2-3 سال این اولین باره که در پالتاک حضور پیدا میکنم. زنده باشید. از این که به صحبتام گوش کردید یک بار دیگر از همه شما ممنونم. در خدمتتون.